همین دیروز تنها در سیریال ها برقه بر تن می کرد. آن هم گاه و گذرا. اکنون این تنها وسیله محافظتی برای او. تهدیدهای افراد ناشناس این هنرپیشه را از خانه فراری داده. سحر پرنیان حالا در خانه دوستش پنهان شده. همین جایی هم که پنهان زندگی میکنم، اصلا من برآمده نمیتونم از خانه و کار و زندگی همه چیزت متوقف کردم فعلا. یعنی هیچ کار در کارهایم اصلا رسیگه نمیتونم حالی، چون من جانم در خطر از همگی. تلویزیون بر من زنگ میزن میگه تو بیا اینجا با من گپ بزن. یعنی چی؟ شما نمیفهمید من جانم در خطر است. من همینجا میدونم زندگی میکنم، احساس امنیت نمیکنم. تو منو میگی بیخ بیخ بیا تلویزیون گپ بزنیم که چی گپ شده. احساس سستی میکنم در بدنم، احساس میکنم هر لحظه دارم میان اینجا. سحر با سریال پربیننده وزارتخانه در افغانستان چهره شد. در این برنامه طنزی عمل کرده دولت نقد میشود، اما دلیل تهدید او ظاهرا انتقاد از دولت نیست، بلکه حضورش در برنامه. نسل نو افغانستان بین دو سنگ قرار گرفته. همین چند روز پیش یک سینماگر زن کشته شد. گفته می شود او جانش را در راه شغلش از دست داد. در واقع میشه گفت که این درد زایشی که یک نوع تحول تازه را در چشماندازی آینده خودش داره، این درد زایش باعث میشه که ما نوعی از تضادها را در جامعه ببینیم که در اینجا ممکن است کسانی که از یک حدود فراتر میرن سنت شکنی میکنن، قربانی اینه دوره تحول شد. سحر سرخورده از پاسخ پلیس کابل میگوید شهر دیگر برایش هم نیست. رفتن تک تک هنرپیشه های زن تأثیر ناگوار بر فرهنگ و هنر در حال رونق افغانستان دارد. در هیچ ناحیه از این شهر بزرگ سحر 23 ساله دیگر خود محفوظ نمیدانند. کسانی که او را تهدید میکنند سحر ننگ بر خانواده او و قوم او میدانند. اما در این میان نیروهای امنیتی افغان چه کار میتونند بکنند که از شهروندان کشور محافظت کنند؟ مقام های افغان خود را در جبهه هنر میدانند. ما کدامطور اطلاع رسمی نرسیده و اگر برسه انشالله ما تحت پوشش و پراتیفی خود او را ما خواد گرفتیم و میره باور داشته باشین که پلیس ما سرباز رو چی میگیم یک جنرال هستم و به مشکل از این من خواد شتافت. سحر هراسان اکنون نمیتواند پا از مخفیگاهش بیرون بگذارد. کشوری که او را چهره شناخته شده ساخته اکنون زندان برایش. هارون نجفی زاده، بی بی سی، کابل.